جشنواره 40 فیلم فجر به روز 5 خودش رسید. امروز فیلم های بی مادر به کارگردانی مرتضی فاطمی و آخرین ساخته منیر قیدی یعنی دسته دختران در خانه اصحاب رسانه روی پرده رفتند. دبیر جشنواره هم پس از بهبودی از کرونا امروز بالاخره در خانه جشنواره حضور پیدا کرد. اولین فیلمی که امروز در خانه اصحاب رسانه اکران شد فیلم بی مادر به کارگردانی مرتضی فاطمی بود که اولین ساخته بلند اون محسوب میشه. فیلم در ژانر درام ساخته شده و درباره تلاش های زنی برای رسیدن به فرزنده. نیکی کریمی، پردیس پورآبدین، امیر آقایی و پژمان جمشیدی از بازیگران این فیلم هستند. در نشست پرسش و پاسخ این فیلم نظرات منفی زیادی مطرح نشد، اما به نظر نمی‌رسه بخش‌های مختلف اون مثل فیلم برداری، کارگردانی، تدوین، صدا برداری و سایر بخش‌ها تونسته باشه نظر اهالی رسانه رو به خودش جلب کنه. انگیزه و ایده شما از ساخت این فیلم چه بود و به نظرتان می‌تواند مخاطبان را ترغیب به تماشای مجدد آن نماید؟ امیدوارم که بتواند. خیلی دوست دارم که اتفاق رخ بده و مخاطبا دوستش داشته باشن. یک بار دو بار هر چقدر که بیشتر ببینن من بیشتر سر ذوق میام و کیف میکنم. من مثل شما حرفه سینما رو نگاه نمی کنم و نقشو که دوست دارم بازی میکنم، انقدر پیچیدش نمی کنم که حالا اینو قبلا کسی بازی کرده یا نه. شاید هم ضعف منه ولی متاسفانه من اینطوریم. اگر فیلمی رو احساس کنم که فیلمنامه خوبی داره به نگاه من، نقش خوبیه به نگاه من، آدم های خوبی توشن و کارشون رو بلدن باز به نگاه من، میرم و کارم رو انجام میدم. طبیعتا سخت بود به خاطر اینکه از هر لحاظ به من دور بود این کاراکتر، چه به لحاظ جایگاهی که داره مادره، چه به لحاظ سنی. ولی اگر یکم دردای جامعه‌مون رو ببینیم، یکم به دور و برمون نگاه بندازیم، میبینیم که خیلی راحت میشه همزاد پنداری کرد با مادرانی که الان تو جامعه‌مون دارن با چنگ و دندون همچنین پدرامون در واقع دارن بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن. من هم از این قاعده مستثنا نیستم و سعی کردم فقط همدردی کنم. متشکرم. واقعیتش اینه که خب فیلم سوژه کلیشه‌ای اما ملتهبی داره، موضوع تازه‌ای نیست. به تصور من چه بسا توی دهه گذشته که به سریال ها و فیلم ها راه پیدا کرد، اون جسارت و تحورش تا حد زیادی توی سری آثار دیده شد. اما اشکال نداره سراغ یک موضوع کلیشه‌ای رفتن ولی با یک زاویه نگاه جدید. اما نکته همینجاست که این فیلم بی مادر به نظرم اون زاویه نگاه جدید رو نتونسته تو مسیر حرکت بکنه. به نظرم انتخاب ها و حتی در مرحله درام چه تو مرحله در واقع انتخاب بازیگر و کارگردانی خیلی در انتخاب های اولیه متوقف مونده. به نظرم در سطح حرکت میکنه و حتی روابطی که میخواد شکل بده و همین خاطر قوام پیدا نکردن و همه اینا به نظرم باعث میشه که فیلم نتونه تاثیرگذاری یا در واقع میشه گفتش اون اهمیتی رو که میتونست این سوژه داشته باشه به مخاطب خودش منتقل بکنه. و خب یک سری به نظر من نکاتی هم وجود داره توی فیلم که به نظرم هم از جنبه کارگردانی میاد، هم کاربرد دراماتیکشون، مثل طراحی کاراکترهای فرعی و پیرامونی که به نظرم خیلی جاها باری به جهت هستش و اصلا بود و نبودشون توی درام حس نمیشه. در کل فکر میکنم فیلم میتونستش خیلی با تأمل و ظرافت بیشتری هم نوشته بشه هم ساخته بشه و در واقع در شکل فعلی فیلم اولیه قوی و قابل استنادی نیستش. اما فیلم دومی که امروز در خانه اصحاب رسانه اکران شد آخرین ساخته منیر قیدی یعنی دسته دختران بود. علی‌رغم انتظاراتی که از پیش می رفت فیلم موفق نشد نظر اهالی رسانه رو با خودش همراه کنه. قیدی تنها کارگردان زن این دوره از جشنواره است و آخرین حضورش مربوط به دوره 35 فیلمه که با فیلم ویلایها که اون هم در ژانر جنگی بود در جشنواره حضور پیدا کرد. از بازیگران فیلم میشه به نیکی کریمی، پانتها پناهی‌ها، هدا زین‌العابدین، فرشته حسینی و حسین سلیمانی اشاره کرد. قیدی در فیلم جدیدش باز هم به سراغ سوژه زنان و جنگ رفته و فیلم درباره رویارویی مستقیم زنان و دشمن در روزهای اولیه جنگه. در نشست رسانه‌ای فیلم نظرات مختلفی از دو سر طیف مطرح شد، از نداشتن شخصیت پردازی و نقطه عطف تا تحسین صحنه‌های جنگی فیلم. ما تمام کتابایی که مربوط به
این موضوع و این مقطع تاریخی و در ارتباط با خانم آبود رو تقریبا خوندیم، ازشون گرته برداری کردیم، ولی اینکه صرفا یک شخصیت رو مستقیما از داخل کتاب ها یا خاطرات وارد فیلممون بکنیم خیر، به این شکل نبود. به نظرم به عنوان یک فیلمساز زن سختی ویژه‌ای نداشتم، همون سختی که ممکنه که یک کارگردان مرد داشته باشه توی کار جنگی و این سنگینی، منم همون مشکلات رو داشتم. کارگردانی و بازی‌ها و فضاسازی قابل قبول بود، اما با توجه به بودجه 20 میلیاردی فیلم بهتر نبود روی فیلم نام بیشتر هزینه و کار می‌شد تا این چنین شاهد فقدان شخصیت پردازی و نبود نقطه عطف و تبدیل یک اثر داستانی به مستند نباشیم؟ خیر. با توجه به ترکیب مردانی هیئت داوران، به نظرتون تا چه حد به فیلم شما که یک فیلم کاملا زنانه است توجه می شود؟ انشالله که اینجوری نباشه، انشالله که عدالت رعایت بشه. نوشتن ضمن تقدیر از بازی فوق‌العاده شما در این فیلم، سالها بعد از برج مینو و بوی پیراهن یوسف شما با کیفیت بالای بازی دهه 70 در هفتادتون برگشتین، چه تفاوتی بین نوع بازیتون در آن سالها و دسته دختران میبینید؟ شما چه تفاوتی میبینید؟ اما انتقاد من از سیستم سنفا این بود که هیچ تغییری نکرده، این بود که اصلا اساسا سیستم سنفا یه سیستم اطلاع رسانیه، نمیتونه روی آرا بتونه کنترلی داشته باشه. من پیشنهاد میکنم که این سیستم برگرده به همون خانه سینما. حضور فرشته حسینی در این فیلم و احساسش از بازی در اون یکی از جذابترین بخش ها برای اهالی رسانه بود که سوالات زیادی دربارش مطرح شد. خیلی فرق نمیکنه حسم نسبت به افغانستان یا ایران، من جفت این کشورها رو دوست دارم، برای اینکه اینجا به دنیا اومدم و خودم رو ایرانی میدونم، برای اینکه اینجا به دنیا اومدم و پدر مادرم افغانستانیان و خودم افغانستانی میدونم. راستش خیلی فرقی نمیکنه به اینکه تو چه جوری حس داشته باشی، چون حسا یه جور کار میکنن و من واقعا دوست دارم اینجا رو، اینجا بزرگ شدم، اینجا درس خوندم، دوستان مال اینجا بودن و خب حسش میکنم. حالا میخونم که مثلا تو کامنت ها که مثلا میگن شما رو چه که تو فیلم جنگ ایرانی بازی کردین، ولی من فکر می‌کنم همه ما میتونیم درک کنیم که وقتی تو یه جا بزرگ میشی، وقتی تو توی یه خانواده‌ای به دنیا میای و اونجا بزرگ میشی، نمیتونی خودتو جدا از اون خانواده بدونی. خانم قیدی فکر می‌کنم با توجه به اینکه توی هر دو فیلمشون به دفاع مقدس پرداختن و نوع حضور خانم‌ها و زنان، دختران در بطن جنگ رو سعی کردن از یک زاویه نگاه جدید ببینن، این دغدغه‌مندی رو در خودشون نهادینه کردن. نکته‌ای که وجود داره، خب فیلم به جهت تولید، به جهت کلن پروداکشن و خب شرایطی که برای بازسازی به خصوص صحنه‌های جنگی وجود داره، خب خیلی فیلم عظیم، فیلم خیلی سخت. خب فیلم از حضور یک گروه بازیگران به نظر من جسورانه بهره می‌بره. نکته‌ای که درباره این فیلم وجود داره، به نظرم خیلی باید این نکته رو در نظر بگیریم که خب فیلم خیلی تراژیکه، خیلی تلخه، ولی چیزی که میتونه به نظر من این صحنه ها رو ورای اون در واقع متحورانه بودنشون واجد درام بکنه، اون خط قصه هستش که تلاش شده اون خط قصه تا حد زیادی پیش ببره. هرچند به نظر من توی پرداخت شخصیت ها خانم منیر قیدی در واقع میشه گفت به یک نوعی به اولین انتخاب ها شاید بسنده کردن. خب این فکر میکنم که این پیچیدگی که میشد بیشتر توی انگیزه های شخصیت ها ایجاد بشه، میتونستش ظرافت بیشتری داشته باشه و در واقع پیش برنده کاراکتر، چه بسا وقتی ما اولین سکانس رو با خواب و رویا و کابوس کاراکتر فرمانده میبینیم، فراتر از اون بره و در طول فیلم به مخاطب اطلاعات و داده های بیشتری بده، ولی خب این اتفاق نمیفته. در حالی که توی کاراکترهای پیرامونی و کوتاه‌تر به نظر من باز این مقدار ظرائف و پرداخت شخصیت بیشتر دیده میشه، ولی خب در کل فکر میکنم این فیلم اثری هستش که قطعا هم به جهت وجوه فنی، هم تو کارنامه ایشون، هم توی سینمای دفاع مقدس ما، از این جنبه که داره حضور زنان رو از یک زاویه دید جدید، نمیخوام بگم مردانه زنانه، در بطن جنگ این حضور زنانه، مادرانه، خواهرانه و اینا رو در واقع
همه رو در هم دیگه تلفیق میکنه و ما زنانی میبینیم که خب یه جاهایی ضعیفن، یه جاهایی شکست خوردن، یه جاهایی اشک میریزن، ولی خب یک هدفی تو ذهنشون هستش و میخوام برن و به اون برسن. به نیمه راه جشنواره فیلم فجر چهلم رسیدیم، جشنواره‌ای که عوامل مختلفی از کرونا تا کیفیت آثار انتخاب شده توسط هیئت انتخاب روی اون تاثیرگذار بوده و باید ببینیم در روزهای آینده چه تغییری در نظر مخاطبان و اهالی رسانه نسبت به این دوره از جشنواره ایجاد میشه.